در بیابان‌های استرالیا حیوانات عجیب و شگفت‌انگیزی وجود دارند، اما یک نوع گونه سگ وحشی به نام دینگو پادشاه شکارچیان زمینی توی استرالیا شده. دینگوی استرالیایی با چشمانی قدرتمند و درخشان، گوشهای تیز و مثلثی و دمی انبوه بی‌شباهت به سگ‌های خانگی نیست، اما در واقع یه حیوان خانگی نیست، بلکه یک شکارچی بسیار خطرناکیه که تفاوت‌های بسیاری با سگ‌ها داره. اونا برخلاف سگ‌ها نمیتونن واق واق کنن و با جیغ زدن و زوزه کشیدن ارتباط برقرار میکنن و همینطور نمیتونن غذاهای خشک و نشاسته‌ای رو هضم کنن و بخورن و از نظر ژنتیکی به گرگ آسیایی شبیه هستن تا سگ‌های اهلی. طی تحقیقات انجام شده هنوز مطمئن نیستن که دینگوها گرگ هستن یا سگ، یا اینکه کلن گونه جدایی از خودشونن. این گونه حدود 4000 سال پیش توسط انسانها به استرالیا برده شده که برخی باور دارن که دینگوها جد تمامی نژادهای سگ هستن. نظر شما چیه؟ موافقی؟ دینگوها مانند گرگ‌ها فقط سالی یک بار تولید مثل می‌کنن و از بچه‌هاشون هم تا زمان بلوغ مراقبت می‌کنن. متوسط تا 10 سال عمر دارن و رنگ بدن دینگوها اغلب به رنگ قهوه‌ای روشن زنجبیلیه که باعث میشه در بیابان‌های استرالیا در میان علف‌های خشک کاملا مستتر بشن و بتونن شکارشون رو شناسایی کنن. دینگوها اغلب به صورت گروهی و اجتماعی زندگی می‌کنن و مثل سگ‌های وحشی آفریقایی به صورت گروهی هم دنبال شکار میرن و اونقدر تعقیبش می‌کنن تا خسته بشه و بعد اونو می‌کشن. در واقع اونا مثل گرگ‌ها استاد تعقیبن و بسیار قوی و چابکن و با سرعت حدود 48 کیلومتر بر ساعت تقریبا هر چیزی رو میتونن بگیرن و بخورن. دینگوها به عنوان شکارچیان برتر کنترل جمعیت در بیابان‌های استرالیا هستند، چرا که زمانی که دینگو حضور داره تعداد کانگوروهای بزرگ کاهش پیدا می‌کنه و این باعث افزایش زندگی گیاهی میشه و همچنین دینگوها گونه‌های مهاجمی مثل گربه‌ها، موش‌ها و جوندگان مختلف رو هم شکار می‌کنن و دینگو زمانی که خودش تنها بود به بزرگترین شکارچی استرالیا تبدیل شده بود و طعمه‌های مختلفی رو برای شکار در اختیار داشت. اما زمانی که انگلیسی‌ها با گوسفندان خود به کشور اومدن، اون موقع دینگوها با مشکل روبرو شدن. از یک طرف دینگوها خیلی خوشحال بودن که میتونن از شکار لذیذ لذت ببرن، به گوسفندان حمله می کردن و گوسفندان بیچاره هم یکی پس از دیگری شکار می شدن، تا اینکه موجب خشم کشاورزان شده بود. اینکه اکثر سگ‌ها نگهبان گله گوسفند و دوست انسان‌ها هستند، اما دینگوها قطعاً دشمن کشاورزان استرالیایی بودند و استرالیایی‌ها که از امنیت گله‌هاشون ناامید شده بودند، برای جلوگیری از حمله دینگوها به گله‌هاشون تصمیم به ساختن حصاری در جنوب شرق استرالیا گرفتند. این حصار یکی از طولانی‌ترین و چشمگیرترین سازه‌های جهان محسوب میشه که حدود 5600 کیلومتر وسعت داره و در اوایل دهه 1900 این حصار نردهی غول‌پیکر افتتاح شد و هنوز همین حصار وجود داره و سالانه 10 میلیون دلار بابت نگهداریش هزینه میشه. و اما این حصار به عنوان یک موفقیت برای دور نگه داشتن حیوانات شکاری بسیار مؤثر بوده، چون خیلی از دینگوها توسط افراد محلی شکار میشدن و باعث شده بود که این گونه در معرض خطر انقراض قرار بگیره. حالا به نظر شما دینگو بیشتر شبیه گرگ یا سگ؟ مرسی که با من همراه بودید و خوشحال میشم برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوها رو از دست ندید.